سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی 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 خوش اومدید به چنل مدیر یک تیم محلی هم و امروز اومدیم با ادامه حواشی به وجود اومده برای سپر خلصه و فرشاد فور لایف. پارت دومشه، پارت اولش رو میتونید توی چنل ببینید، واسه تون کاردش رو میذارم و اینکه شما یادتون نره لایک کامنت سابسکرایب کنید و نظراتتون پیشنهاداتتون رو حتما توی کامنت ها به ما بگید و ما بریم برای ویدیو. اون روز که شما یه لایو خیلی ملو بود یه لایو رفته بود چیل میکردید فقط داره هم داخل آره خیلی لایو چیلی بود آها که یهو با چهار زندگی دعوام شد آخه تقصیر چهار زندگی چیکار کرده بود؟ مثلا من بگم از خودم دفاع کنم. جالبش اینه که به فرشاد فور لایف میگه چهار زندگی، فور لایف چهار زندگی، و لایو آرومی هم که دارم میگن بچه ها پر از فوش و فوشکاری و فلان و اینا بود و این داستانا به وجود اومده بود. توی پارت 1 کامل واسهتون پوشش دادیم. زندگی دعوام شد. آخه تقصیر چهار زندگی چیکار کرده بود؟ مثلا من بگم از خودم دفاع کنم. حاجی من اگه دیده باشی توی اون لایو خوشحال با اون تو استخ دارم میدم اشتباه میکنم. چهار زندگی میاد چیکار میکنه؟ میاد حاجی یه دونه تفنگ میذاره میگه اینا اگه بخونن یه ورس دیگه من خودم میزنم. یه اوکی باشه حال نمیکنه بابا. دوباره میبینم حاجی آهنگ جدید منو داره ریویو میره. دوباره فوش میده. اوکی. دوباره میبینم حاجی خب آقا اگه بعد یزید من چرا همه رو ریویو میری میگه بعد یه بار گفتی دیگه. دونه دونه رو میذاره بعد حاجی دیگه تو چونم نرفت. دقت بکنی میزان تکیلایی هم که من مصرف کردم بودم تو ویدیو بالا بود. بالا میزان بالا. و تو این ویدیو باید بگم که اگه بخوام طرف کسی رو بگیرم قطعی طرف سپر خلصه رو میگیرم، چون به نظر من واقعا لزومی نداره که شما مثلا با این نفر حال نمیکنی حتما ویدیوهاشو بذاری چه ریاکشن بگیری بشه. اگه حال نمیکنی نذار، مثلا ما مثلا سامو ویلسون ریاکشن نمیریم، جی جی ریاکشن نمیریم، حال نمیکنیم. خب نظر شخصی مونه، شاید خیلی حال کنن ها، ولی خب ما حال نمیکنیم، ریاکشنش هم نمیگیریم. شما هم اگه حال نمیکنی ریاکشن نگیر دیگه داداش گلم. من نمیدونم داستان چیه، ریاکشن میگیری بعد همینجوری میای فوش و فوش فلان و اینا میکشی به طرف. دقت بکنی میزان تکیلایی هم که من مصرف کردم بودم تو ویدیو بالا بود که این چهار زندگی من رفتم، ولی واقعا نمیخواستم اصلا دهای که بشه، یعنی یه جورایی شوخی بود. مگر من خودم اون جنبهشو دارم که انتقاد بشه. چرا آخه ببینید باید آزادی بیانم خیلی مهم باشه، چون وگرنه تشریح دارف میشه. یعنی ما باید آزادی بیان رو موقعی سخته که به خودت دارن دیس میدن دیگه، وگرنه وقتی که تو داری حرف میزنی که همه دوست دارن آزادی بیان. من دقیقاً همین مشکل شما با اینا چه پیش اومد دقیقاً واسه منم پیش اومد. من دیگه گفتم ریاکت نرن کلا، اسمی هم من نبرم و نمیبرم. آره یعنی دقیقاً یه همچین لایوی قبلا هم داشتن. من پارسال همین قضیه رو با همونا داشتم. ما زندگی سر اینکه داره درست رکو اصلا گوش ندادم، ورسا رو جابجا، اسم آرتیستا رو جابجا گفتم. آفرین، من از این جونم میسوزه که آقا تو دل ندادی به کار. مثلا یه ریاکتور دیگه هست، یه اون دو تا پسر. ببین تو این ویدیو واقعا به نظر من حرفایی که سپر خلصه میزنه کاملا درسته، و اینکه مثلا میتونست اون لایو رو نگیره، نمیگم مثلا کار درستی کرده فلان و اینا، میتونست خیلی راحت به طرف پیام بده بیا آقا حال نمیکنی ریاکشن نگیر. ولی خب سپر خلصه از این داستانا زیاد داشته دیگه، پارسالیپ و فلان و ال و بل و اینا، آخرش هم فرشاد فور لایف. و اینکه ویدیوهایی هم که ما واسهتون میذاریم گلچینه این صحبت هاست، یعنی مثلا توی همین مصاحبه که سپر خلصه داشته در مورد امیر تتلو هم صحبت کرده بود که توی ویدیو قبلی که واسهتون گرفتم اونو گرفته بودم گذاشته بودم، و اینکه اینا گلچیناشه و میتونید حتما برید از چنل های خود آرتیستا برید نگاه کنید کاملشو و کامل در جریان حواشی قرار بگیرید. ما فقط پوشش میدیم و میگیم که مثلا یه سری اخبار دیگه، میدونی اخبار کوتاهی که این زیر میاد. اصلا با هم نمیدونم دو تا رونات فکر کنم داداش خیلی باحاله. دوقلو آره مثلا رونات نیست اسمشون. آفرین همونا. مثلا دیدم مثلا کاری ندارم انتقاد کنن یا بگم خوبه بده، ولی مثلا دیدم یه پوان شو هاش گوگل میکنه میره تو در میاره سن و تفسیر میده، میگه اوکی این وقت گذاشته، ولی اون احساس میکنم فقط به خاطر اینکه مثلا یه چیز منفی بگه بیشتر ویو میخوره این کار. و واقعا هم همینطوره، شما وقتی هیت میدی بیشتر ویو میگیری. مثلا همین حواشی موری که به وجود اومد هیت داده بود ویو گرفته بود. کلا تو کل دنیا نگاه کنی هر چقدر بیشتر هیت بدی بیشتر ویو میگیری، و چیزی که سپر خلصه داره میگه درسته. یه نفر بخواد وقت بذاره مثلا موزیکو آنالیز کنه بگه این قسمتش به نظر من ایراد داره، اون قسمتش فلان ال بله، اشکال نداره، ولی مثلا یه قسمتی باشه بلنشی مثلا فقط صرفا گوش کرده باشی همون لحظه بخوای بگی که مثلا فلان داستان به وجود اومده، این مثلا به نظر من چرته، چه میدونم فلانی آرتیست به درد نخوری فلان ال بله، به نظر من درست نیستش. یعنی واقعا تو این ویدیو حقو به سپر خلصه میدم، با اینکه به نظر من اون لایو و اون داستانی که وجود اومد کاملا اشتباه بود، یعنی تو اون یه مورد واقعا حقو به سپر خلصه نمیدم، ولی فکتایی که داره میاره به نظر من درسته. تو در میاره سن و تفسیر میده، میگه اوکی این وقت گذشته،
ولی اون احساس میکنم فقط به خاطر اینکه مثلا یه چیز منفی بگه بیشتر ویو میخوره این کارو میکنه، میدونی؟ و بعد لوکی یارو فنه، خب اینش خیلی تو کون آدم نمیره، میدونی؟ پشت صحنه میگه بیا مصاحبه کن، بعد جلوی صحنه هی دیس ما رو بدی، دیس گروه ما رو بدی، اصلا نبودمش. ولی اینکه بگی من اون ریاکت نکن به نظر من درست نیست. و قسمت دوم ویدیو که یادم رفت بهتون بگم، اول ویدیو در مورد صحبت‌های یه عزیزیه که یادم رفت اصلا. کلن انقدر درگیر این سپرخلص و فرشاف و لایف بودم این قسمت رو یادم رفت، در مورد صحبت‌های توهیه، یعنی استوری توهیه در مورد یه اتحاد جدیدی که قراره به وجود بیاد توی نسل یک و یه اتحاد خفن‌تر از اتحاد قبلی. مثلا اتحاد قبلی فکر کن توهی باشه، رضا پیشرو باشه، امیر تتلو باشه، حسین باشه، این سری توی استوری گذاشته که از اون قراره خفن‌تر اتحاد به وجود بیاد. و این داستان اینه که زده، یعنی یه نفر ریپلای کرده که شما سعی کن رضا و سروش هم به هم برسن، این بهترین اتفاق تاریخ رپ فارسه. و توی استوری گذاشته زده که اونم به وقتش اتفاق میفته، اصلا از کجا میدونید هنوز نشده. هیچکس و پیشرو اگه جفت بشن رپ فارسی میرسه به اوج پسر. اتحاد رو بسپاریم به من حله، چون من رضا حسین سروش قلبی به هم وصلیم و امیر ورژن مغز سالمش. که اینجا بازم اشاره‌ای به امیر تتلو کرد و این اکیپ قدیمی بود که توی رپ فارسی وجود داشت. البته حسین و سروش آنچنان قلبشون با هم نیستش، ولی خب بالاخره چیزیه که بالاخره رفیقای قدیمی هن دیگه، پایه‌گذارای رپ فارسی هن، ولی از اولش هم با هم بیف داشتن. به زودی مثل فیلم فستن فیوریس دور هم جمع میشیم سری و خشن. و پایین هم زده که ارادت نسل سفری ها بنیانگذار رپفا. و اینم استوری توهیه، عکسی از پشت صحنه برو از پیش من، موزیک امیر تتلو، اولی موزیک ویدیوی رسمی رپ فارسی، یادش بخیر 20 سال پیش. که به نظر من واقعا اگه یه اتحاد جدیدی به وجود بیاد، مثلا فکر کن بهتر از اتحاد قبلی، اونم توی نسل یک، بعد حسین و سروش هیچکس و رضا پیشرو بغل هم باشن، واقعا معرکه است، واقعا معرکه است. میدونی توهی مثلا سبک موسیقیش واقعا مثل حسین و سروش و رضا نیستش، ولی خب به نظر من چارتایی رو کنار هم ببینیم واقعا قشنگه. و مثلا امیر تتلو هم از زندان در بیاد و چه میدونم ملحق بشه به این اکیپ، واقعا چیز مشتی میشه. و واقعا اتحاد توی رپ فارسی چیز خوبیه، همونقدر که بیف و جدال و چه میدونم دعوا و فلان و اینا هم خوبه. و این بود ویدیو امروز، امیدوارم کارو دوست داشته باشی. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه، عشق دلید، چاکریم فعلا.